سلام از کردم خانم آقایون من نمیدونم که این موقع که شما این ارز کنم بزرگتون برنامه رو میبینید ساعت چنده کجاست و کجای دنیا شما تشریف دارید ولی همینقدر که من با مردم که تلفن میکنم به من چه از کانادا چه از آمریکا چه از اروپا و چه از ایران و چه یه مدار زیادی افغانی تلفن میکنن به من اینا که مال افغانستان هستن تلفن میکنن به من و اینا میگن که ارز کنم به اسم اسم منو شنیدن و دیدن عکس منو و دوست دارن با من صحبت کنن که خیلی از شون مشکل هستن این رو این دوست عزیزم کسی که این برنامه رو مدیریت میکنه و این فیلم ها رو میگیره ایشون که ایشون خودش قهرمانه ارز کنم بزرگتون ایشون به من دادن که اینجا گذاشته توی کت من و خواستم جلوی همه شما ازش تشکر کنم از کنم که هفته ای که گذشت مقدار خیلی 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 زیادی به من تلفن شد یه تلفن از میدوست آمریکا یعنی فکر میکنم کنم طرف های اوهایو اونورا بود که یه آقای تلفن زد و ایشون خیلی عصبانی بودن و عصبانیات ایشون این بود که ایشون گفتن به من که من از ایران خوب صحبت کردم و چرا این کارو کردم وقتی که من با ایشون صحبت کردم و تقریبا در 45 دقیقه با هم صحبت کردیم براش کاملا تعریف کردم که چرا من این کار کردم و برنامه من چی هست و برنامه من این نیست که بخوام از کسی تعریف بکنم چون اولا کسی احتیاج به تعریف من نداره حالا هر کی میخواد باشه و من تنها چیزی که گفتم و میگم و خواهم گفت اون این نیست که کسایی که مریضن به خصوص سرطان دارن اینا نباید ناراحت از این بشن که اگر اینها اشکال دارن یه جایی با سیاست یا برنامه های دیگه اینا باید فقط فکر این باشن که جای خیلی خوبی هستن حالا هر جا هست و اینا بتونن خودشون رو به صورت مثبت همه لحاظ خوب بکنن مثلا اگر شما فیلم سینمایی کمدی هر نوع شما ببینید و بخندید اگر شماها این رو همراه با موسیقی بکنید یعنی موسیقی گوش بدید شما مغزتون عوض میشه و شما نمیرید شروع بکنید به اینکه شما سرطان دارید و ناراحتید و مثل این خانمی که من تلفن زدم گفت آی دکتر من بمیرم یا نمیرم محبت شما رو فراموش نمی کنم. ببین عیز من خانمی که شما خودت میدونی من شما رو نیدم ولی شما من دیدی و با هم صحبت کردیم ببین دوست و رفیق و هموطن من من این کارا رو کنم به خاطر اینکه شما سالم بشید و این مرض شیطانی سرطان رو از بدنت بیرون کنی همطور که به دست کردم و عرض می کنم سرطان حکم اعدام نیست سرطان یه مریضیه که خوب میشه من تا حالا مریضی رو ندیدم یا باهاش کار نکردم که ایشون بمیره دیگه از این ساده تر نمیتونم برای شما بگم یه عده زیادی از دوستان و رفقای من به خصوصی آقای به اسم آقای کامران این به من میگه آقا تو وکیل بودی تو پول خیلی خوب در می آوردی تو چطور شد از وکالت رفتی توی مدیسن یعنی تپ و به خصوص سرطان جواب این دوستان اینه که من چرا از وکالت رفتم و شروع کردم درس خوندن و هفت تا دکترا گرفتم که بتونم پونزده سال عمرم رو صرف مطالعه بکنم راجب سرطان این است که هم برادر یکی از برادرای ما سرطان گرفت و فوت کرد و یکی از بزرگترین رفیقای من بهترین رفیقای من در آمریکا که ایشون بزرگترین هنرپیشه دنیا بودن و هنوز هستن و همیشه خواهند بود به اسم استیو مکوین که ما هر روز با هم بودیم ایشون از سرطان مرد روی این حساب من قول دادم که تا زمانی که زنده هستم چیکار کنم بتونم به مردم کمک کنم خدمت کنم و سرطان های مردم رو از بین ببرم و تا حالا هم این کار رو کردم اما تازگی یعنی هفته پیش من با یکی از دوستانم در ایران که ایشون هم دکتر هستن و دکتر خیلی خوبی هستن و ایشون در ایران در تهران دفتر دارن من با ایشون صحبت کردم که این مریض هایی که به من تلفن میکنن اینها رو به این آقای دکتر معرفی بکنم که این آقای دکتر اینا رو ببینه و اینها رو کمک کنه پس بنابراین اگر شما به من تلفن کردید من به شما و با شما صحبت میکنم همینطور که کردم ولی تلفن و اسم این آقای دکتر رو به شما میدم و شما به این آقای دکتر تلفن کنید با ایشون وعده بذارید تایم این بگیرید این وقت ازشون بگیرید برید توی مطب ایشون مثل ویزیت دیدن دکتر و ایشون به شما کمک میکنه و ایشون دکتر خیلی 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 خوبی هست و من میدونم که شما از اینا نتیجه میگیرید در زم این دلیلی برای این نمیشه که شما با من در تماس نباشید شما باید به من تلفن کنید به من بگید که چه اتفاقی افتاد ایشون چقدر به شما کمک کرد یا شما چقدر کمک های دیگه احتیاج دارید ولی با دیدن این دکتر فکر نمی کنم که شما دیگه احتیاجی به چیزی داشته باشید این از اون و اما یه آقای تلفن کرد به من و گفت این جریان نیوزلتر نیوزلتر یعنی این این نیوزلتر اسمش از لاست ل اس تی کال سی ای ال ال لس آنجلس یعنی ال ای نیوزلتر این رو من سی سال پیش بنیانگذار نیوزلتر در دنیا بودم و هستم و این رو در حدود 300 میلیون نفر در ماه این رو رسیو میکنه یعنی میگیره توی اینترنت و این رو میخونه شما اگه خواستید بدونید چیه شما تشریف میبرید توی کامپیوتر میزنید The last call la newsletter اینا همه ایشون جنرال مکارتور جنرال مکارتور صحبت زیادی راجع به سرطان و چیزهای دیگه کرده البته اینا برنامه هستش که اینا رو همه رو من نوشتم تو این ورقه و این ورقه دیگه توجه میکنید تو این ورقه دیگه و اینجا این جنرال این کسی که ایشون و جنرال دیگه جنگ دوم جهانی این جنگ رو برای آمریکا بردن موفق شدن و ارز کنم بزرگتون که ایشون خیلی معروفه ولی من اینا رو نوشتم برای دیسیپلین برای خاطر که اینا چی گفتن که ما باید از اینا یاد بگیریم و این رو خودمون انجام بدیم و اگر مریضی داشتیم به این وسائل این مریضی ها رو خوب کنیم توجه می این از این و اما بد نیست که شما بدونید این زیر که ببینید کارت ویزیت من این زیر اینجا که نوشته اگه نگاه کنید اسم من نوشته من وکیل هستم دکتر هستم و سایکولوژی روانشناس هستم من این سه تا دانشگاه رو رفتم دکترا گرفتم و چون کسی که به نظر من توی این برنامه های سرطان و مردم هست باید روانشناس باشه چون خیلی براش مشکله مرتب هر روز هر شب بیمارستان های مختلف جاهای مختلف کلینیک ها یا مال خودش با سرطان 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 بعد از یه مدتی آدم اگر وارد نباشه این مردم یه خود یعنی دکترا یه خود ناراحت میشن و اما من به صاحب این تلویزیون در حدود یک هفته پیش قول دادم که من دیگه موامو تیغ نمیزنم همینطور که تیغ میزدم مرتب و من این سرم پر مو خواهد بود الان در حدود یک هفته هست که این قرصی که من درست کردم که خودم این قرص رو میخورم البته نمیدونم معلوم میشه نمیشه این در هفته شروع کرده اینجا ها همه که مو داره اینجا بالا مو داره و من گفتم که در از سه ماه این قرص که من اختراع کردم و از کنم بزرگتون که این به من مو میده و بعد که این رو شما دیدید که این به من مو داد و یعنی موان بلند شد این حرفا شما میتونید این رو مصرف کنید و ارز کنم بزرگتون که اگه دوست داشتید مو داشته باشید اگر نه همون موهاتون رو تیغ بزنید یا هر کار دوست دارید اما مسئله همونطور که شما میدونید incurable disease یعنی مریضایی که کسی نمیتونه خوب کنه اینا رو خیلی کسا نیستن در دنیا که توی این بیزینس باشن توی این کاسبی باشن توی این برنامه باشن چون اینا رو اولا باید مطالعات خیلی زیادی بکنید یا کرده باشن یا بکنن یا اینی که شما باید بدن رو خوب بدونید و مریضی رو بدونید مثلا تازگی مریضی ایبولا که تو آفریقا هستش دو نفرشون اومدن آمریکا و الان اینا رو نگه جایی و دارن اینا رو معالجه میکنن نه اون دکترایی که اینا رو معالجه میکنن اونا دکترایی هستن که در این رشته هم که عرض کردم اینکیوربل دیزیز یعنی مریضایی که خوب نمیشه اینا دارن چیکار میکنن کار میکنن یه جای مخصوصی هست در آمریکا و حتما هم هست در فرانسه حتما هم هست در انگلستان در آلمان همه جا و شایدم نمیدونم شایدم در ایران باش صد صد هست که اینها این مریضی ها رو کار میکنن؟ روش مطالعه میکنن و اگر کسی این مریضی رو گرفت این رو جای جایی نگر میدارن و اینا رو درست میکنن البته سرطان هم جزو incurable دیزیز هست یعنی مریض که میگن خوب نمیشه ولی من از روز اول گفتم مرض سرطان مثل آب خوردنه اصلا و ابدا اگر کسی سرطان داره هر نوع سرطانی اصلا و ابدا ناراحت نباشید الان همین آقای دکتری که من شما رو در ایران بهش معرفی خواهم کرد و تلفن شو رو به شما خواهم داد وقتی به من تلفن زدید شما میرید اینو میبینید ایشون خیلی کسا رو معارضه کرده خیلی دکتر خیلی عالیه دکتر خیلی خوبیه در ضمن من ایشون رو به وسیله بزرگترین پروفسورهای ایرانی دنیا که در آمریکا استاد دانشگاه هستن با ایشون آشنا شدم چون این آقا مثل بنده محصل این پروفسور هستن من با این پروفسور هر روز هستم و تمام مسائل سرطان و ایدز و برنامه دیگر رو مرتب با این آقای پروفسور در میون بیزارم و این آقای پروفسور مرتب من راهنمایی میکنه و ارز کنم بزرگتون با ایشون مرتب بنده کار میکنم اما مسئله ای که من دوست دارم با شما بگم اون این است که از اون خواهش میکنم تقاضا میکنم بدونید که من هر صحبتی میکنم تمام به خاطر این است که این مریضایی که به من تلفن میزنن که خیلی هن، خیلی خیلی هن، و ازشون خیلی ممنونم و متشکرم که من قابل این میدونن که با من صحبت کنن این مردم این آقایون و خانم ها به خصوص جوون ها که به من تلفن میکنن به خصوص این آقایی که لط کردن با من در حدود یک ساعت و نیم صحبت کردن و به من گفتن که آقای دکتر شما در ایران خیلی معروف هستید و مردم شما رو برنامهاتون رو خیلی میبینن برنامه های شما رو خیلی دوست دارن دوست دارن طرزی که شما صحبت میکنید که شما میگید ولی دوست عزیز من بیشتر خوشحال میشم وقتی این کسایی که به من تلفن میزنن دفعه اول اگر بگن که اینا حالشون بهتر شده دفعه دوم سوم چهارم پنجم و اینا رو به بهبودی هست من همیشه بهتون عرض کردم ممکنه خیلی ها یا متوجه نشن یا قبول نکنن به قول معروف Uh, this is up to you. یعنی این مربوط به شما هست. ولی سرطان یا ایدز یا اینطور طور مریضی رو شما میتونید در عرض سی روز یعنی سی جلسه این رو خوب کنید به صورت این نیست که 100% این خوب باشه ولی شما میتونید این رو نگه دارید که این قده بزرگ نشه ببین عیز من شما وقتی که یکی سرطان میگیره و این سرطان یه قده ای هستش که از یه نقطه کوچولو شروع میشه و این شروع میکنه به بزرگ شدن بعضی دکترها تشخیص میدن که چیکار کنن بیان این تومه رو اینو دورش رو پاره کنن بریزن دور بعد بیان کیموتراپی یعنی اون مواد شیمیایی به بدن بزنن و از اینجا میزنن مواد شیمیایی میره تو بدن و بعضیا امیون سیستمشون یعنی امیونتیشون قویه میتونن اینو تحمل کنن بعضیا نه میمیرن این اتفاق افتاده برای خیلی کسا نه البته برای من رو مریضای من ولی برای خیلی کسا دیگه کاری که من قرصایی که من درست کردم این قرص باعث این میشه که این تومر یعنی این قده این قده به صورتی است که بزرگ نمیشه دیگه یعنی این بدن رو قوی میکنه که بتونه با این قده بجنگه و این رو یواش 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 کوچک کنه و بین ببره بعد یکی از بزرگترین مسائلی که شما میبینید الان صحبت میکنید و میبینید مردم میگن دکترها بخصوص میگن میگن خون و سرطان ببین عزیز من خون یه مسائلی هست که ما روش زندگی میکنیم اگه خون تو ما نباشه اصلا صحبتش نکنید توجه کنید ما بلافاصله ضربه فن نمیشیم این خون باید شما خون رو تمیز کنید و اگر تونستید در دنیا دوایی پیدا کنید که این خون شما رو تمیز کنه به قول معروف مور پاور تو قدرت به شما ولی اگر شما نتونستید این دارو رو پیدا کنید شما به من تلفن بزنید و این دارو رو من دارم و من ساختم و من به شما این دارو رو میدم و البته این دارو مجانی نیست این دارو رو باید بخرید این دارو تنها چیزی هست که این خون شما رو در بدنتون تمیز میکنه و یادتون باشه خون تمیز یعنی بدن تمیز یعنی مریضی کمتر و اگر شما سرطان داشته باشید این خون تمیز کمک میکنه و سعی میکنه که این مریضی شما رو یواش 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 از بین ببره البته قرص دیگه هست که این قرص ها باعث این میشه که این قده کم 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 تر بشه بعضی از سرطان را رو میشه جراحی کرد بعض یا جاهایی هست که شما نمیتونید جراحی بکنید اینو باید شما قرص بخورید ترجمه میفرمین این کیموترپی یعنی مواد شیمیایی که به بعضی یعنی از سرطانی ها میزنند اگر شما خواستید این کار رو بکنید یادتون نره اون آقای مخصوم برای دکترا هست ویتامین سی ویتامین C لیکوید. این رو باید با این مواد شیمیایی قاتیش بکنید این بهتر کار میکنه این مواد شیمیایی برای شما این خیلی مسئله مهمیه شما باید در روز اگر کسی سرطان داره ده هزار میلیگرم ویتامین سی بخوره بدن رو باید اکسیژنیدت بخونی اکسیژن باید به بدن برسه پس باید برید لب آب و شما باید بدنتون رو آبی که میخورید که باید بخورید باید الکلاین باشه یعنی قلیایی باشه که بدن شما از اسدیک بره به قلیایی این مسائل خیلی 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 مهمیه چرا من 45 سال پیش در سانتا مونیکا کالیفرنیا یعنی سانتا مونیکا کالیفرنیا یه جایی هست که معروف در اینجا از نظر ورزشکارا هستش اونجا یه جایی بهش میگن ماسل بیچ تمام این فیلم های سینمایی که شما میبینید یا میدیدید تمام این هنرپیشه ها از اونجا میان از اونجا شروع میکنن بدنشون رو درست میکنن از به خاطر ورزش و به خاطر هوای اونجا به خاطر غذاهای اونجا و چکا میکنن میان میرن اکتور میشن فیلم سینمایی بازی میکنن من خودم همونطور که شما دیدید چندین فیلم سینمایی کوتولو کوتاه به شما نشون دادم که تمام اینها رو در همون سنمانیکا ماسل بیچ گرفته شده جای خیلی عالیه امیدوار هستم که یه روزی اگه شما آمریکا تشریف بودید یکی از جاهایی که باید برید ببینید لب دریاست ماسل بیچه خیلی از لس آنجلس در 15 دقیقه بیشتر رانندگی نیست دوستان عزیز من هر دفعه که اومدم اینجا سعی کردم که شما رو راهنمایی کنم چطوری میتونید شما سرطان رو از بدنتون بیرون بذارید شما اگر میخواید راجع به من بیشتر بخونید همین last رو .la, .la بگیرید این وبسایت من هست شما میتونید بخونید اونجا همه چی نوشته شده و خیلی کسایی که ممکنه در این دنیا شما دیده باشید در این فیلم های سینمایی دیده باشید تمام اینها مریض های من بودن و هستن و همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم یه مقدار زیادی دکتر در رشته های مختلف اینا وقتی سرطان میگیرن پیش من میان و ادلیس اگه جاهای دیگه میرن به من تلفن میکنن و من اینا رو راهنمایی میکنم من در روز اقلا مینیمم 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 از ساعت سه صبح تا ساعت هفت صبح در حدود شاید 20 نفر میبینم که با اینا گروپی صحبت میکنم بهشون میگم چیکار کنید چجوری ورزش کنید چجوری چی نکنید چیکار کنید چجوری چی خودتون سالم نگه دارید این راجب ورزش است راجب غذا صحبت میکنیم می بهشون میگم چیکار بکنید چجوری غذا بخورید و راجب دوا دوا شما اگه دکتر میرید در ایران یا کانادا یا جاهای دیگه البته کانادا نزدیک اینجاست شما میتونید با ماشین بیاید و همدیگر رو ببینیم هر وقت خواستید یا اینکه با تلفن میتونید با هم صحبت کنیم ولی اصولا خیلی ساده است خیلی برنامه های ساده هست اگر درزم، دزم به این قرص مو اگر میخواید مطالعه یعنی مطالعه بکنید یا اینکه بیشتر بدونید چی هست این حرفا به من میتونید تلفن بزنید هر جا دنیا هستید به زودی بعد از دو سه ماه دیگه که این موهای من همش در اومد و مردم دیدن ارز کنم بزرگتون که این قرص با اینکه الان در حدود شاید 15 16 نفرن که اینا میخوان این قرص رو همین الان بخرن و ببرن من بهش گفتم واسه یه مقداری که من موام دراد که مردم ببینن اه چطوری اه این قرص کار میکنه این قرص یه دونه رو شما صبح میخورید شب که من الان این کار میکنم و این از دو سه ماه سه ماه مادر میاد و شما مو خواهید داشت اینا البته هیچ ارتباطی به سرطان یا ایدز یا دایبتیک این چیزا نداره ولی یه چیزی هستش که به من پیشنهاد شد و من این کار رو کردم و همینجا توی این استودیو ما دو تا ویدنس داریم یعنی شاهد داریم که یک صاحب اینجاست یک شمی آقای اندروه که ایشون کارش این است که این برنامه ها رو میکنه و اجازه میده که شماها ببینید که ما چی, چی بهتون میگیم این آقایی که تلفن زده بودن و اه، خواستن راجع به 300 میلیونی که من گفتم تو اینترنت عیز من این نیوزلتر 300 میلیون نفر این رو در ماه میخونن 300 میلیون نفر Last Call LA Newsletter اگر با این اشکال داشتی به من تلفن بزنید من بهتون میگم که شما چطوری میتونید توی اینترنت این رو پاید. شما برید خیلی ساده بنویسید Last Call LA Newsletter That's it میاد شما هر چی خواستید ببینید مال امروز فردا دیروز ما هم ماهای از این ماه به بعد این رو چیز کنیم من هر ماه البته اینکه در میاد میارم اینجا به شما نشون میدم در صورت از اون آقایون جوون خیلی خوب ایرونی که خیلی تلفن کردن به من و با هم صحبت کردیم و قول دادن به خصوص اون آقایونی که گفتم ما دایبتیگی منو عبه میبریم ورزش میکنیم فرام میکنیم خواهش میکنم که به من تلفن بزنید من دوست دارم که ببینم به شما چه اتفاق افتاد الان یک ماه شده این کار کردید شما اون خانمی که آقای دکتر خانم دکتر دخترشون هستن خواهش میکنم تلفن بزنید اون آقایون دکتر دیگه که تلفن زدن امیدوارم که من بهشون کمک کرده باشم از اون آقایونی که سرطان داشتن تجربه بودن آمریکا و الان برگشتن ایران و برای من گیفت یعنی چیزهایی فرستادن خیلی ازشون متشکرم خیلی ممنونم امیدوارم که دیگه شما مواظب خودت باشه که این سرطان دوباره بر نگرده ولی اگر برگشت یادت باشه میگن که if they're, here, if they're, here we are too. یعنی اگه اونا این جان ما هم هستیم در هر صورت دوست عزیز موفق باشی از این آقایی که با من تلفن زد که خیلی عصبانی بود امیدوارم که متوجه شده باشه و عصبانی نشه چون عصبانیت باعثی میشه من بیشتر بخندم <applause> قربان شما متشکرم خیلی ممنون هفته خوبی داشته باشید خداحافظ